نحمدك اللهم يا من اكبر قلوبنا بانوار الهدايه المستخبيه واكمل لنا ديننا بالولايه المرتخبيه واتم نعمته علينا بالمحبه الفاطميه ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبع والفاتح لمن غلط والمؤلم الحق بالحق والدافع جنشات الاباطيل حبيبك وحبيب اله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهدى در دم مردن بیا اندر کنارم یا سر میخوایی مددار بشی؟ میخوایی نامت نوشته بشه به جمله کسانی که در مکتب امام حسین خوانده اینه یا حسین خود بس اگر قبول بشه این یک یا حسین شما اگر از اخلاص بشه قبول بشه در دو منبر مولای اخلاص نباشه قبول نمیشه این یکی آموزه با اخلاص بود انشاءالله بشید جزء مدداهان و ذاکران ابی عبدالله انشاءالله این روایی رو بخوانم تا روایی در اشعار یا آموزه شما انشاءالله بلند بود در دم مردن بیا قبول بکنه این صفاتی که من عرض میکنم چند تا خادمم عبدم غلامم نوکرم در ماندم پنجتا اگه امام حسین پنجتا را از ما بپذیرد هم دنیاست هم آخرت خادمم عبدم غلامم نوکرم در ماندم سروری روسیه نامعصیه رفتار بد کردار زشت روسیه نامعصیه رفتار بد کردار زشت من پناهی جز تو در محشر دو جلسه قبل یعنی دیشب و پریشب که همه ما سه تا سرمایه داریم این سه تا سرمایه یک سرمایه جسمی است بدن ما، جسم ما، دست ما، پای ما
یکی بلنده، یکی کوتاه، یکی چاقه، یکی لاغر، یکی سفیده، یکی سیاه، یکی خوشگله، یکی زشت. این جسمی ما، سرمایه جسمی. دوم سرمایه غرایز، میل به شهوت، میل به غذا. سرمایه را همه داریم، بر علاوه که ما داریم این دوتا را حیوانات هم دارن. حیوانات هم چاق داره، لاغر، بلند داره، کوتاه، ولی سیاه داره، سفید. حیوانات هم مثل ما. این میل به شهوت و میل به غذا را حیوانات هم دارن. حیوانات هم گرسنه میشه، ما هم گرسنه میشه. حیوانات هم شهوت داره، انسان هم شهوت داره. من کار به این دوتا ندارم. این سرمایه سومی که مخصوص به انسانه و اون سرمایه چیست؟ سرمایه عقل و وجدان و فطرت. حالا این سرمایه اگر درست استفاده کردی، خدا می‌فرماید امی جاعلان فی الارض خلیفه. به شما را خلیفه خود در روی زمین قرار میده. ولی اگر درست استفاده نکردی، روزی که آفرین تو را صورت آفرین بر آفرینش تو به خود گفت آفرین، صورت نیافرین چون این صورت آفرین، بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین. خود خدا گفت فتبارک الله احسن الخالقین. وقتی خدا منو شما انسان ها را خلق کرد، خود خدا گفت فتبارک الله احسن الخالقین. تبریک گفته. سوره مبارکه مؤمنون آیه 14. اما اگر از این خوب استفاده نکنیم، از این عقل خوب استفاده نکنیم، چی میشیم؟ خود خدا فرمود کل انعام، مثل چارپایه. بر این شب مفصل این آیات را خواندم و توضیح دادم. پس اگر درست استفاده کردیم میشیم اهل صعود، اگر درست استفاده نکردیم میگیم اهل صعود. ما که آمدیم در مکتب ابی عبدالله باید با مکتب حسین صعود بکنیم. حیفه شما در هواپیمای آخرین مدل صعود الهی سوار بشید که اون کشتی مکتب ابی عبدالله و هواپیمای مکتب ابی عبدالله سر پرواز نتانی بکنیم. باید صعود بکنیم از این مکتب. به نظر من بهترین باند پرواز، پرواز معنوی، این باند مکتب ابی عبدالله است. خیلی از این مکتب پرواز کردن، رفتن به جاهایی که همه کس نمیتونه بره و صعود بکنه. و الا اگر درست استفاده نکردیم، تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نمین لباس زیبا، نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. فرق ما با سایرین چیست؟ فقط همین لباس؟ نه، خدا به ما عقل داده که این را به هیچ کسی غیر از انسان خدا عنایت نکرده. پس عرض کردیم ما سه تا سرمایه داریم. الحمدلله میبینم شاید 80-90% مجلس جوانانه، جوانان عزیز. این نکاتی که عرض میکنم دقت کنید، باید با این هواپیمای معنوی ما حسین باید پرواز بکنید. حیف که صعود نکنیم،
هایی که مکتب ابی عبدالله بیاییم سکوت بکنیم، یک مقدار باید تغییر بکنیم، یک مقدار باید من و شما هم خود را بسازیم و اهل سکوت باشیم. اگر اهل سکوت بودیم این سه تا سرمایه‌ای که من و شما داریم بیشم حفظ کردم خریدارش هم خداست هم شیطان. این سرمایه های ما رو خدا هم میخره شیطان هم میخره. شب عرض کردم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. میخوایی با خدا معامله کنی خدا میگه من میخرم، خوبم میخرم خدا، خدا خوب معامله میکنه. میگه شما بیا در مقابل چی میدم؟ به ان لهم الجنه، بهشت میدم. آقا بهشتم حواستان باشه، ویزه دائم ها ابشگون نداره، ردی نداره. وقتی وارد بهشت شدید ابدی است. یرثون الفردوس، یرثون یعنی چی؟ یعنی ارث میبرید. یعنی که چیز رو ارث میبرد دیگه چه بس نمیبرد بهشت هم دو شما انشاءالله ارث میبرید. پس میشیم اهل ترقی، اهل صعود. و الا اگر اهل ترقی و صعود نبودیم معامله با شیطان کردیم، میشیم اهل صعود. بعض مردم هم میگه نه با خدا کار داریم نه با شیطان. وقتی نه با خدا کار داریم و نه با شیطان چی میشه؟ میشه رکود. معنای سقوط و سقوط چیست؟ سقوط اسعده یعنی بالا رفتن. میگه فلانی بر فلان قلعه سقوط کرد، یعنی بالا رفت. این بالا رفتن در بحث ما بالا رفتن معنوی است. شاید یک کسی اصلا پا نداشته باشه، فلج باشه، ولی اهل سکوت باشه. از نگاه معنا بره به اون جایی که مرکز رفته نمیتونه. ولی شاید یک ورزشکاری سالمی خیلی کلیل کل بگو قهرمان قهرمان ها در دنیا، ولی اگر با خدا معامله نکرد میشه اهل سکوت. سکوت یعنی چی؟ با پایی نفتادن. فارسیش کنم آقا فلانی از پلنده ها سکوت کرد، یعنی چی؟ یعنی افتاد پایی. این دیگه معنای خیلی واضح و روشن سکوت و سکوت. و اصلا چه که مشخصه دیگه انحطاط یا اون رکود در جا زدن که مثال ترمیل رو برای شما عرض کردم. خب شاهد قرآنی بیارم برای بحثم، بحث سقوط، سقوط و رکود. یک شاهد قرآنی بیارم، سوره مبارکی حجرات آیه 7، خداوند تبارک و تعالی می فرماید حبب الیکم الایمان. حبب الیکم الایمان یعنی چی؟ یعنی از کار خوب خوشش میاد. کار خوب خوش داره، ولی خودشو انجام نمیده، ولی کار خوب دوست داره. آقا خودش نمیتونه مثلا صدقه بده، ولی صدقه دادن را دوست داره. قرآن میگه حبب الیکم الایمان، ایمان دوست داره، کارهای خوب دوست داره. برعکس و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان والعصیان، از کار بد بنشینه. آقا شاید یک جوان گناه خودش انجام بده، شاید جوان چشم چرانی بکنه، اما خودش از این چشم چرانی بدش میاد. این امید به سمود داشته باشه، چون توی من خدا عرض میکنم میگه بعد در ادامه چی میگه؟ حبب الیکم الایمان و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ادامه چی میگه سوره مبارکه حجرات آیه اولئک هم الراشدون.
کار خوب خوشش بیایه، از کار بد بدش بیایه، اولایگه عمر را شدو رشد میکنه، صعود میکنه، پرواز میکنه. برعکس، اگر کسی از کار خوب بدش آمد، آقا مسجد چیست؟ خودش مسجد نمیره، دیگران رو من میرم مسجد میکنه. خودش صدقه نمیده، دیگران رو من را صدقه میکنه. خودش با صله ارحام خود قطعی ارتباط کرده. یک کسی با صله رحم و رفت آمد میکنه، با فلان رفت آمد نکن. این چی کارت برعکس قرآن آمد میکنه؟ چی؟ اون چیزی که جز ایمانت بدش میاید، ولی از گناه خوشش میاید. خودش گناه میکنه، از گناه خوشش میاید. دوست داره با مجالس لهو و لعب برپا بشه. اینا اهل کجایند؟ اهل سقوطند. پس یا اهل سقوطند یا اهل سقوطند. داستان از کنم خسته بشه. سوره مبارکه صافات آیه 50 تا 61. یادتان باشه اگر به وقت وقت کردید نگاه بکنید آیات را، ترجمه فارسی چه بکنید. سوره مبارکه صافات آیه 50 تا 61. خوب گوش بدید، خیلی قشنگ آیاتش، خیلی زیبا تو داستان. آقا بعد از این که 11 آیه است، بعد از این که مراحل طی میشه، خوب دقت کنید، گوش بدید حرفای من. وقت مراحل طی میشه، خانه قبر، اواسه با خانه قبر، عالم برزخ، ولی صحرای قیامت، پل صراط، همه تمام میشه، میره وارد بهشت میشه. انشاءالله که همه ما جز بهشتی ها باشیم. وارد بهشت میشن، در بهشت نشستن، تکیه دادن بر بالشت قرآن نامش بدن، بر بالشت ها تکیه دادن، خیلی لذت ببرن، جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا الی آخر. اینا وقتی که نشستن بر این رفرفا و نمیدانم بر این تخت ها و از این پایشان آب جاریست و نهرها جاریست، یک مردی که از رفقای جمله میگه گوش بدید، یک صلوات نرد فرمایید. دیگه چرا قبل از اینکه من منبر دوباره ادامه بدم، یکی از فراشای بزرگوار تشریف آوردن، تذکر دادن که متاسفانه اون خطهای زرد داره پر میشه دیگه. اگر پر بشه از دوره قانونی ما اجازه نداریم بالا اجازه بدیم. اگر بعضی از دوستان به پایین میمانید روی حیات میمانید، بزرگ خواهی میمانید میگه شرایط کروناست پایین، و البته سالن پایین و فعلا راه رو پایین و جا از اونگاه هم داره دیگه چاره نیست. خودش هم عرض بدید کسانی که دوست دارن در داخل خود متن مجلس باشن باید زودتر تشریف بیارن که الحمدلله کسانی که آمدن جا پیدا کردن. انشاءالله همه من و شما جز سربازان امام زمان میشیم و همه من و شما انشاءالله سال آینده با ریشه‌کن شدن کرونا، همه من و شما انشاءالله سال آینده انشاءالله بلی حالا من محرم شد انشاءالله محرم سال آینده ریشه کرونا ریشه کن بشه، فرمایش رو اربعین کرونا ریشه کن بشه، انشاءالله مثل سابق راحت زانو به زانوی هم دیگر بنشینیم و عزاداری امام حسین بکنیم و قدر نعمت بدانیم. کفر نعمت نعمتت افزون کنند، شکر نعمت نعمتت افزون کنند، کفر نعمت از کفر. انشاءالله که پای پرمایی پیشی هم دیدارم این خطا پر شد که حواظ ما پرد نشه دیگه، ما بیستفه چه دارم بیستفه چه دارم بر حواظش پرد میشه. انشاءالله حواظ ها بمه باشه که فرماشا هم کاری میکنیم تمام شد، فرماشا حواظ شد به اسلام خودشان، شما حواظ شد حواظ هم بمه، همه هر که حواظش بمه است. سخنان من بخواهی که این صحبت های بنده رو میخواهیم بگیری کنن و ادامه بدیم، از اون صلواتی که هم دل من میخواید، هم دل خودتان میخواید، هم خستگیتان رفت بشه،
هم انشاءالله جزء سربازان مکتب امام حسین بشیم، یک صلوات بلند به محمد حسین ختم بفرمایید. یا تکیه داریم سوال میکنیم فلانی یک رفیقی داشت نی نمیبینه میشه او رفیق ما این آقا آیات قرآن سوری صافات آیه 50 تا 61 11 تا آیه است این داستان کلا نمیجاست ما که نمیبینیم قرآن بخونم و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون سوال میکنن چی سوال میکنن رفیق خود ندیدیم چی میگن؟ قال قائل منهم اینی کان لی قرین در دنیا که رفیق داشتم نمیبینم اینجا سایری نمیبینم فلانی نمیبینم کجاست؟ در بهش آقای سوال جواب میشه کجاست این رفیق عزیز ما؟ کسی از او اطلاع داره یا نداره؟ یک کسی میگه قابل نه خبر دارم او رفیق تو جهنمه الله اکبر بلند میشه و بهشت اجازه داره برن جهنم ها ولی داخل جهنم نمیرن میتونه بره از بالا نگاه کنه بهشت ها رو جهنم رو نگاه کنه ولی جهنمی اجازه بهشت آمدن بلند میشین آقایون بهشتی میرن سراغ رفیق خود میبینم رفیقشون در جهنم داره میسوزه خب دو تا رفیق یکی سقوط کرد رفته بهش یکی سقوط کرد رفته جهنم میگه چی شده؟ ادامش عرض کنم یک جمله بهشتی میگم قالت الله ان کنت لتردی لا قسم کم بود مرم جهنمی مسافر رفیق بعد دیگه قسم میخوره بهشتی این آقای تو قرآن دیگه یه آقای بهشتی قسم میخوره به خدا قسم کم مانده بود مرم تو جهنمی مسافر خدا کمکم کرد من جهنمی نشدم خیلی مهم این قضیه اینم شاهد قرآنی که هم انسان سقوط میکنه میره بهشت هم این انسان سقوط میکنه میره کجا؟ جهنم علت انتخاب این بحث چی بود؟ من هر شب عرض میکنم اینا علت انتخاب این بحث این بود چون در کربلا هم اهل سقوط داشتیم هم اهل سقوط داشتیم هم اهل رکود داشتیم سعودی ها کیا بودن؟ حر ابن یزید ریاهی سعد و بطور پیشه برز کردن یزید ابن زیاد بهش به دیره به طور نتر طور نمیشن یزید ابن زیاد کی بود؟ من و شما فقط حرش رو میدیم حر کسی بود که از سپاه دشمن آمد و با ابی عبدالله نه فقط اینه بوده بعض دیگران بودن لحظه آخر فوتبالیستان دقیقه 90 برگشتن این آقا به نام یزید ابن زیاده جزء سربازان دشمن ابی عبدالله جزء لشکر عمر سعد یزید ابن زیاد خدا کنه انشاءالله راه کربلا باز بشه بریم کربلا شهدای کربلا اسامیشان یکیش نیست یزید ابن زیاده این آقا از لشکر دشمن بود قبل از هر آمد اول ایشون آمده بعد هر آمده آمد به حضر علی عبدالله آقا جان خواهیم برگردن امام حسین دستگیره امام حسین مچگیر نیست ما معمولا مچ میگیریم نه امام حسین دست میگیره بلند میکنه
الممثل دستش گرفت یا رفت میدان با اسب خود جنگید، اسبش زخمی شد، از اسب افتاد پایین، آمد عقب نشینی که آمد جلوی خیمه ها به امام حسین عرضه داشت آقا جان من تیرانداز و مثلا فرمان میدانم تیراندازی تیر دارم، دعا کنید به هدف بخورم. حالا دعای امام حسین بود اللهم صدق رمیته واجعل ثوابه الجنه. حسین در حقش دعا کرده این سعود، این ترقی، اگر به خود نامده بود به جز لشکر عمر زد نیمان سقوط میگردیم جهنم. ولی برگشت آمد محضر ابو عبدالله شد بهش، سعود کرد، ترقی کرد، رشد کرد، عمر راشدون شد. امام در حقش دعا کرد اللهم صدق رمیته، خدای تیرایش به هدف بخوره. نشست تیراندازی کرد، آمد یا ابا عبدالله هرچی تیر داشتم به هدف بخوره. خیلی حرف داری. پس ببینید در کربلا اهل سعود داریم، اهل سقوط هم داشتیم، دشمنان ابی عبدالله همه سقوط کردن، همه جایشون جهنم. اهل رکود هم داشتیم در کربلا، نه با امام حسین بودن نه با یزید، مثل عبیدالله ابن حمر جوفی، عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، ارسمند ابن ابی مسلم که دیشب اینا را عرض کردن. خوشا جانی که جانانش حسین است. با اجازه مکتبت خانان دیگه ما بذاریم شب ذاکر اهل بیت میشه. خوشا جانی که جانانش حسین است، خوشا دردی که درمانش حسین است. بود فرمان روای کشور دل، خوشا ملکی که سلطانش حسین است. ذاکر بشی حسین است با شما بس. بنامش دفتر عشق است مفتوح، بنامش دفتر عشق است مفتوح، خوش آن دفتر که عنوانش نبی را جان شیرین جز حسن نیست، نبی را جان شیرین جز حسن نیست، ولی آرامش جانش چه صحرایی است یا رب وادی عشق، چه صحرایی است یا رب وادی عشق، که تنها مرد میدانش مرحوم صمدآقای خاکساری. تاریخ داستان گوش بدید الاسا به من باشد، شما جوانانی که امروز آمدین و امشب آمدین زیر پرچم ابی عبدالله ببینید پرچم چیها که نمی کنند، این خیمه عظام چیها که نمی کنند، چیها برای راست باید نمی کنید پرچم. الله اکبر. یک داستان عرض کنم لیلا معجزه بخواهید تا دلتان بخواهید هست. آمد محضر آقای صمدآقای خانساری. این صمدآقای خانساری کی بود؟ از عرفایی بود که مراجع تقلید بهش احترام داشتن. خیلی حرفا دیگه که مرجع تقلید عالم به روحانی احترام داشت، خیلی احترام داشت. یک کسی آمد محضر آقای صمدآقای خانساری، آقای خانساری برادری دارن آبروی ما را در محل برده، گنهکار، شراب میخوره، قمار میزنه، ارزن کشی میکنه، صدا به دست مردم اذیت میکنه، خانواده را اذیت میکنه، کتک میزنه، هر کار میکنیم آدم نمیشه که نمیشه، چیکار کنیم؟ آقای خانساری مردم گفتن زن بدی بهش، زن هم دادیم، بدتر شد، زن خودم مزمون کتک میزنه، چیکار کنیم؟ اجازه میدید بیایم محضر شما یک بهانه بیارم، شما ای آقای خانساری با این نفس قدسی و گرم نصیحت کنی شاید اثر کنه. آقای خانساری یک جمله گفت، خوب گوش بدید، آقای خانساری یک جمله گفت، گفت ظاهرا فردا اول محرم است، این برادر را ده شب ببر حسینیه، روز یازدهم محرم بیار من نصیحتش. الله اکبر، الله اکبر. عاشورا گذشت، شام غریبان گذشت،
40 گذشت. الله اکبر، 40 گذشت. بعد از 40 این آقا یک روز آمد به مسجد. چشم آقای سمندارای خانساری وقتی به این آقا افتاد، گفت برادرت نیومد این نصیحت کنم. اونایی که اهل معرفتن گرفتن بداره بشیده، نیومد این نصیحت کنم. آقا جان، این نیاز به نصیحت نداره، من نصیحت او برادرم رو شنیدم. یک شب بردمش مکتب ابی عبدالله پای روزه ابوالفضل العباس. چنان عشق ریخت، چنان عزاداری کرد، چنان ناله میکرد. بعد از این فقط کارش عبادت، کارش عباس عباس گفتن، فقط پرچم امام حسین رو میبوسه و دوست داره، دیگه اصلا یک آدم دیگه شده. آقای خونساری، من میدانستم مکتب حسین عوض و عوضم کرد. بذار بخونم اینم دیگه هرکی شد باد آباد. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم. یا حسین، همه ما هرچی داریم از امام حسین. روزه نمیخوام باز مطلب مانده، وقت ما مانده، مطلب مانده، فقط این تکه ای فرمومد که نخوانه میبسد. ای صفای سقوط. چرا بعد
میشند، بعضی ها جهنمی میشند. چرا؟ بعضی ها سقوط میکنند، بعضی ها سقوط میکنند. یک بحث را پیشت بحث کردن، کسانی که خدا را ببینند اهل سقوطند، کسانی که خود را ببینند اهل سقوطند. امام حسین خدا را دید، زینب کبرا خدا را دید. امام حسین فرمود هر بین علیک، خدا آسان کن در من، آسان برای من. چرا؟ چون جلب چشمان توی خدا هستم، جلب دیدگان چشم الان مراد از چشم به عین الله که میگن نیم جسم نیست. خدا، خدا ما در نظر تو هستی، آسانه. علت دوم، عامل دوم سقوط و سقوط، دینداری. اگر با دین بودی سقوط میکنی، اگر بی دین بودی سقوط میکنی. اگر دیندار بودی اهل سقوطی، اگر دیندار نبودی اهل سقوطی. ببینید امام حسین علیه الصلاه و السلام این جمله دارد، میفرماید ان الناس عبید الدنیا، مردم بندگان دنیا هستند. ان الناس عبید الدنیا، بنده دنیا هستند. و الدین لعق علی السنتهم، دین لقلقه زبانشان، دین لقلقه زبان میشانه. ظاهرن عواصان بعد به سمت پرده ها، ای کاش فراشه بزرگوار ما بعد از نمازی کار انجام بدن دیگه عواصان بعد نمیشد. الان خب دیگه پنبر ما تمام شد، صحبت ها جای روزه جای ظهوریست، عواصان بعد میشه ظاهرن نکنون داره. اگر فراشه بزرگوار سر رو بکنه انشاءالله بعد از اینکه نماز شروع شد، وقت نماز میتونه انشاءالله انجام بدیم، در کار اگر ببرن که جا بیشتر باز بشه. بازه که صلوات علی محمد و آل محمد. حضرت میفرماید دین لقلق زبانه برای مردم. فعضا محضو بالبلا قلت دیانو، وقتی بلا آمد مشکل آمد دیندار کم میشه، بیدین زیاد میشه، دیندار کم میشه. من و شما در شرایط افغانستان دیدیم زمانی که مولستان قلت دیانون، کسانی که دیندار بودن کم شدن. یه خلاصه بکنم بحثم را، دینداری خوبه اگر میخواییم سقوط بکنیم دین، میخواییم سقوط بکنیم بیدینی، میخوایی هیچ پیشرفت نکنی در جا بزنی. بعضا دیدی بگم بعضا دین ندارم، بعضا نه دین دارن، بعضا دین ندارن، بعضا دشمن دین هستن. او دشمن های دین خطرناک هست. دیندار چند قسم داره؟ فیر سر بکنه و دعایتان بکنه بشان دار. یک دینداری فصلی، بعض مردم فصلی دیندارن، محرم دیندار میشن بعد محرم دیندار میشن، رمضان دیندار میشن بعد رمضان دین میشن. بعد نیست، خوبه باشه لاحقل، ولی کافی نیست. این دینداری فصلی است، مثل پنکر. دیدم پنکر تابستان میری بالا که پنکر شما را به ایسا بدن دار خنک بکنه، تابستان کلاشو میری کیلر. بعض مردم با دین چنین معامله میکنن، ایام محرم و رمضان دین دارن، ایام دیگر دین میره کیله رو زیر زمین، از دین خبری. دینداری فصلی است. دو، دینداری فردی. آقا کسانی بودن گفتن آقا ما دین برای خود میخواییم. جالبه مسجد النبی نماز میخواندن در تشییع جنازه امام مجتبی شرکت میکردن. چه دین است؟ چه به درد بخوری دینداری؟ دینداری سودجویانه به نفع ما باشه. هر جای دین به نفع ما، دیندار هست. ایران یواخر مود شده بود آقا، کارش اون جایی بند بود، پیرن یک اشکی می پوشیدن،
میرد این کارشان را بود. این دینداری سودجویانه است، دینداری سطحی. فقط اون لایه های روحی دیندار دیدم، چیز دیگر هم خبر ندارم. معاویه به امرو هاست گفت مردم برای چقدر قبول داره؟ گفت خیلی قبول دارم. گفت امکانش کنه؟ گفت بلی. گفت اعلان تو از فردا هر کس کدوی حلوایی میخوره باید سر بروزه. کدوی حلوایی کدوی سرخ. معاویه بخشنامه نداشت. مردم شام هر کس کدو میخرید مثل گوزفند سر میبردن رو قبالی میکردن. حتی به کوفه هم رسید زمان حکومت امیر المؤمنین. ببینید به مظلومیت علی، علی بخشنامه صادر میکنن آیه مردم کدو را بخورید زن لازم نداره. چی دینیست؟ دینداری سطحی و آخرین دینداری، دینداری کامل و جامعه. جوانان، خواهران، برادران، دینتان را از سر نمشد میدید. کجا؟ کتاب الله و ادراتی قرآن و سنت پیغمبر. از فیسبوک دین نگیرید، از یوتیوب و نگوزون جایی که دین به درتان نمیخورد. السلام علیک یا مدنوم یا زیارتکم همه دست ادب بر سینه بگیرید. السلام.